در رغم تلاش مقام‌های سیاسی و مالی ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی به جزیره کیش، به گزارش سایت خبری ایرلندی دی جورنال، قوانین و مقررات اسلامی کماکان مانعی بر سر راه این سرمایه‌گذاری هاست. در همین حال بعضی از مقامات در ایران صحبت از تبدیل این جزیره به گزینه‌ای رقیب در مقابل دبی به میان آوردند و معتقدند که با تبلیغ درباره ایجاد یک قطب گردشگری حلال می‌توانند هدف دو برابر ساختن شمار گردشگران خارجی را عملی سازند. وبسایت خبری دی جورنال ایرلندی در مقاله‌ای تحت عنوان ایران امیدوار است جزیره کیش جای دبی را بگیرد می‌نویسد سرمایه‌گذاران ایرانی در سطح وسیعی به سرمایه‌گذاری در کیش روی آوردند و می‌خواهند این جزیره زیبای 100 کیلومتر مربعی قطب گردشگری در منطقه و گزینه دیگری در مقابل دبی شود. دی جورنال میگوید گرچه با مشاهده هتل‌های مجلل، تفریحگاه‌های متنوع و اختلاط بیشتر زنان و مردان در اماکن عمومی به نظر می‌رسد قوانین اسلامی کمتر به اجرا گذاشته می‌شود، اما صرف وجود این قوانین هنوز موانعی برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش صنعت گردشگری در کیش است. دی جورنال به نقل از مسعود گیلانی، مشاور در امور سرمایه‌گذاری که دائما میان دبی و کیش در رفت و آمد است، می‌گوید در کیش مصرف مشروبات الکلی ممنوع است، اما خارجی ها می توانند در دبی الکل بنوشند و در کیش استراحت کنند. دی جورنال به دو برابر شدن تعداد گردشگران در طول 6 سال، یعنی از 2,200,000 نفر در سال 2009 به 5,200,000 نفر در سال 2015 اشاره می کند و نتیجه گیری می کند که ایران در آستانه گشایشی بزرگ در صنعت گردشگری است. دی جورنال همچنین به نقل از علی جیرفتی، قائم مقام امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش می‌نویسد، کیش در حال حاضر حدود 40 هتل با مراکز خرید به سبک آمریکایی دارد و حدود 40 هتل 4 و 5 ستاره نیز در حال ساخت است. به گفته آقای جیرفتی، برای دو برابر شدن پروازهای خارجی به کیش برنامه ریزی می شود. آقای جیرفتی می گوید این است که این جزیره در عالی ترین سطح به یک قطب گردشگری اسلامی به اصطلاح حلال مبدل شود.